سلام دوستان، امروز صبح شنبه است، مهمون داریم، از کلی کاروار دارم. این کباب پز باید درستش کنم، فندکش کار نمیکنه. بعد ماشین قدیمی که داشتم میخوام ببرمش کارواش. هر دو ماشین از اینجا میشه دید، ماشین نقره‌ایه، این رو به رو ماشین سیاه هم که ماشین جدید است. بریم از اون ور حیات پشتی بود، اینجا هم حیات جلوییه. این الانترا مدل 2011 هست، فکر کنم 3-4 هزار 5 هزار دلاری باشه قیمتش الان اگه بخوایم بفروشیم. بازار ماشین تو آمریکای کمی چی میگم، قیمت ها خیلی بالا رفته به خاطر هزینه وسایل که از چین و کشورهای دیگه می اومد، به خاطر همین قیمت های ماشین ها بالاست الان. اونور اون سانتافه جدیده پارک کردم اونجا، اینورم سانتافه قدیمیه. اینجا هم که خونمون هست، اونور اونجا پارکینگ هم داریم ولی خب زیاد استفاده نمی کنیم. الان این ماشین رو بخورم ببرم کارواش، یه شستشویی بدم، بعد بذارمش تو فیسبوک مارکت تا بفروشمش. فکر کنم حدود چی میگن، شاید یه 4-5 هزار دلاری بتونم بفروشم، مطمئن نیستم، شاید کمتر. بزن بریم. اومدم ماشین روشن کنم چون یه هفته دهریزی بود که روشن نشده بود، باتریش خالی کرده بود. الان یکی ماشین رو بردم که باتریش رو پر کنم و وسایل رو که توی یکی ماشین بود ببرم تو اون ماشین. اینجا دیدم این ماشین سانتافه 2008 جای خیلی بیشتری داره، یعنی خیلی جادارتره، هنگار راحت تر میتونیم وسایل بذارین. اومدم بذارم توی این یکی ماشین. آوردن سه جا اینجوری، سه تا چیز گذاشتن اینجا، یکمی سخت میشه وسایل رو جا داد. بکنم اینا اگه بردارم جا میشه، ولی خب اینم خودش خوبه که باشه. به هر حال اینا رو جا به جا کنم، ماشینم یکم باتری شارژ شه، ببرمش کار باش. یه چیز جالبی هم که این ماشین سانتافه جدید داره، وقتی کمربند رو نبستین، میخواستم ماشین رو برم اون ور، وقتی میزنید دنده عقب زدم، خواهم تکون بدم ماشین رو، ماشین حرکت نمی کنه، انگار که دستی رو نخوابونیم، میگه که کمربند رو ببرم بعد. یه جورایی اعصاب خرد کنه، ولی خب ایمنی رو بیشتر میکنه تو ماشین. بعدی که کمربند رو بستم حرکت میکنه. یه سری سیستم های ایمنی اینجوری داره که میگم یه کمی بعضی موقع کار رو سخت‌تر میکنه، ولی خب برای ایمنی خیلی چیز خوبی هست. به هر حال خب دوستان، اینجا کارواش کوچیک هست، اونجا کارواش اتوماتیک هست که میشوره بعد میاد بیرون خوش میکنه. بعد اینجا هم جارو هست، وکیوم، یه دلار میذارین و چارت بعد کوارتر 25 سنتی بذارین تا بتونیم وکیوم کنین. سری وکیوم کنم تا اونجا چند تا تو صف هستن. این ورم که اتوماتیک نیست، خودتون میتونین دستی برین اون داخل بشورین. اون سمت ماشین رو تمیز کردم، دوباره 4 تا 25 سنتی از اینجا 25 سنتی ها رو میندازین. وقتی همه رو انداختین، این وکیوم شروع میکنم کار کردن. وکیوم رو میدارین، شروع میکنم جارو کشیدن. ماشین خیلی کثیفه، یه خجالت کشیدم نشون بدم. خب اینجا هم قسمت کارواششه، ارزون ترینش 6 دلار،
6 دلار از اینجا میذاریم، یه کارت کریدیت کارت میذاریم، بعد در باز میشه میریم داخل. باز شد، میریم داخل. ماشین رو خاموش نکردم چون میترس پشت کرکره بسته شد، چون میترسم باتری هنوز شارژ نشده باشه و خاموش بشه. آب پاشش اومد و تو ایران هم این همین هست، خیلی ساده است. برحال خواستم فقط یه کوچولو نشون بدم. از اینجا هم که میریم بیرون سمت میریم برای خوش کن. فکر کنم بعد اینجا وایستم برای خوش کن. اومدم از پمپ بنزین کپسول گاز رو عوض کنم. اینجا اکثر پمپ بنزین هم کارواش دارن و اونورم وکیوم یا همون جارو دارن که میشه جارو کرد. پمپ بنزین اکثرشون دارن یعنی. به هر حال اگه سوالی داشتین لطفا کامنت کنین، سعی کردم کامنت ها رو جواب بدم با نوشتن، ولی خب اگه سوال بیشتری داشتین کامنت کنین که یه ویدیو بذارم در موردش. ممنون از وقتی که میذارین فیلم ها رو میبینین و ممنون از همه لطفتون. گاهی وقت و وقتی داخل شهر میرونیم ماشین رو فقط با باتری میره. الان میگه که 999 مایل میتونی بری با یه گلان، به خاطر اینکه فقط داره با باتری میره با سرعت کم. اون ایوی که اونجا میبینین علامت ایوی یعنی اینکه کلن داره با باتری حرکت میکنه. جالب بود، گفتم به شما هم نشون بدم.